کامل هر اولین زن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده است که از زنبیا بازدید می کند. نقطه عطف که خاطرات بسیاری را در این کشور زنده می خانم هرس مدت را در شهر لوساکا گذراند و آن زمانی بود که به دیدار پدرکلان مادریش به آنجا لزلی امبولا دیپلمات ارشد بازنشسته زمبیایی میگوید این واقعیت که خانم هرس در سال 1964 فقط چهار روز قبل از استقلال زمبیا از بریتانیا تولد شده است او را خواستر می سازد. سفر او به زمبیا برای ما بسیار ارزشمند است زیرا ابتدا در دوران کودکیش اینجا آمده بود و اکنون بلوان معاون رئیس جمهور اینجا می آید و این بر رابط بین زمبیا و خودش و البته در روان بین ایالات متحده و زنبیا تأثیر گذار می باشد. در کلان خانم هرس بینگاناد وینگتارامن گوپالن نام داشت و به عنوان یک دیپلمات در لوساکا کار میکرد و به پناهندگان رودزیایی آن زمان و زیمبابوه فیلی کمک میکرد او بعدا به عنوان مشاور رئیس جمهور و مؤسس زمبیا کنت کاوندا کار کرد آقای گوپالن تا زمان مرگش در سال 1998 به عنوان یک چراغ رهنما در زندگی خانم هرس باقی ماند و ارزشهایی مانند ذهنیت مدنی خدمات عمومی و حقوق بشر را به او انتقال داد He was a great man. او مرد بزرگی بود او آمد تا به پناهندگانی که از رود زیان می آمدند کمک کند و نقش بزرگی را در زندگی آنها بازی کرد تسیلا امبووی استاد سیاست و حکومتداری در دانشگاه لوساکا میگوید که خانم هریس یک الگوی عالی به ویژه برای دختران و زنان در این کشور است really واقعا هیجان انگیز است که می بینم شخص با این وضعیت واقعا از زمبیا بازدید می کند و این حقیقت را می داند که او در اینجا ریشه هایی دارد و اینجا زندگی کرده است مایکل گونزالس سفیر ایالات متحده در زمبیا می گوید که سفر هریس برای هر دو کشور بسیار عالی است از زمانی که معاون رئیس جمهور شد و به طور مداوم با رئیس جمهور هشلا ما تعامل داشت بنابراین این دومین گام بعدی پیوند شخصی آنهاست که مشارکت بین دولت امریکا و دولت زمبیا را نشان می دهد مولان بو هایم بی وزیر عدلیه زمبیا می گوید که همه دولت از سفر هرس به زمبیا ابراز خوشحالی می کنند همانطور که با اصلاح افریقایی ها و فرهنگ افریقایی می گویم دختر ما دوباره به خانه می آید هما است. بنابراین ما از جنبه احساسی به این موضوع نگاه می کنیم. اما همچنان فکر می کنم که این اقدام بر روابط دو جانبه بین ایالات متحده و زنبیا تأثیرات خود را دارد. زنبیا و ایالات متحده از سال 1964 میلادی به دینسو روابط دو جانبه ای نزدیک داشتند و واشنگتن سالانه بیش از 500 میلیون دلار کمک برای حمایت از کاهش فقر، تغییرات اقلیم و صحت به این کشور فراهم می کند. قدیر مشرف تلویزیون آشنا صدا آمریکا واشنگتن